سورپرایز هاج خانم. این آقا کیه؟ هاج خانم بعد از اینکه از always مثل همیشه سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دیدن این ویدیو روزتون رو بهتر کنه. تو رو خدا بخاطر این شوخی های لوس آن سابسکرایب نکنید. بریم سراغ ایمیل ها. تریسی ایمیل داد که من نتونستم بخونم اپیزود پیش چون دکمه ضبط رو فشرده بودم. با اینکه عوضی دلم برای تنگ شده. سلام بابا، حالت چطوره؟ خیلی عجیبه که دارم اینطوری باهات صحبت میکنم، مگه دهه 90 ایم؟ ایمیل، ببینید چقدر ما از نظر تکنولوژی پیشرفته ایم که ایمیل زدن و اونا یه چیزی میدونن متعلق به دهه 90 میلادی. واو، ولی دوست هم نداشتم به زنگ بزنم چون فقط ناراحت میشدم و بعدش یه کاری میکردم که بعداً ازش پشیمون میشدم. چقدر جالب که هم خودشو میشناسم باباشو. ولی شاید لازم نباشه اینا رو بهت بگم اونم دلم برات تنگ شده، یه جوری دل هممون تنگ شده. فابیان خیلی رو مخه، چقدر زشت. بکن آقا ریجکت مدرنیتی، بابا داره بعد مثلا ننش دوست پسر داره. اگه میخواستم یوگا کار کنم میرفتم هند یا جای دیگه، همش ازم میخواد اونو باباست. شوخی کردم، دیدی منم شوخ طبعی حالیمه. آواز خوندن و رقصم داره خوب پیش میره، ولی هنوز به خاطر اینکه تست شهرت یا خفتم رو خراب کردی ازت عصبانی هم. تو چقدر عوضی هستی، کلا خانواده همه روانی هن. روانی حسین. جیمی هم بیمصرف. تعجب میکنم چطوری اونو من از یه ما داریم. مامان موقعی که اونو حامله بود دوباره کوکائین مصرف میکرد. بازم شوخی کردم داخل پرانتز، مگر اینکه درست باشه که در این صورت شوخی نکردی. بگذاریم، همه خوبیم، طلاق نگیرید، اینطوری خیلی بد میشه. به جوش ترجمه میدم ببینم تو صورت هم داد میزنید و با هم دعوا میکنید با عشق. حالا اینو داریم میخونیم بازیه، ولی نکته پشویزون اینجاست که این مسائل تو زندگی واقعی آدم ها به وفور یافت میشه، حالا نه به این شدت، ولی خب اگه صدا میشنفی بذار بمیرم خدایا، دیگه خستم و ندارم من نای ایستادن. چقدر عجیب، ولی واقعا سر و سامون داد به خونش. زن اومد پاتریشه رفته یه جایی خونه آدم رو بمکه یا حیوان خونه یه آدم رو بخوره. اونقدر هم بد نیست. آره خیلی بده، ولی یه بخش حساس هم داره. وقتی به احساساتش لطمه میخوره داغون میشه. من داستانی ندارم، من یک متفکر مستقلم، اینجا دور از آدم ها زندگی میکنم. تو مثل ورزشکارای دبیرستان میمونی، دلت خوشه به افتخارات گذشتت. الان نگران اینی که لباسات کثیف شه. یکم دیگه زر بزنی افتخارات گذشتم و شخصا نشونت میدم. احسنت. That came out wrong. منظورم این نبود. به ترور بگو قطار ماهانه داره میاد. ای بابا. یکم هوای تازه خوردین. مامی ایش روز رو میتونید در تصویر ببینید. It's always been a dream of ours. The train of dreams. رویای همیشگی ما این بوده. I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican get you back in town baby. Yeah. انقدر پول دستمون میاد که ران زندگی سر سامون میگیره، تو رو میتونیم بفرستیم پیش روانپزشک و دهن اون مارتین ماتراتزو رو ببندیم به خاطر اینکه زنش رو دزدیدم. آقا خونه خودت بومیدی. چقدر بی مقدمه، خیلی گنگ. یه میم میتونیم ازش درست کنیم، دخترها مثلا وقتی میخوام برنامه بیرون رفتم بریزن از 10 روز قبل، پسرها داداش بریم قطار پر از طلا رو بزنیم بریم. سری برنامه رو جور کردم. مثل این میمونه که آجر بار داره میزنه اون قطار، فقط آجر از جنس طلا. اینم برای مری ودره. قطار پر اسلحه نیست. Sometimes gold,
Sometimes our work priceless antiquities. چقدر جالب، فقط طلا نیست، جنس‌های آنتیک و با ارزش و هنری و قدمتدار و اینا رو جابجا می‌کنن. جنس‌های با ارزش کلا. And here she is, the magical train. پشمام اینجاست، قطار جوری. داشت بدون من نرو. نه. چقدر جی تی سن اندریس ماموریت قطاری های سم و سختی داشت. بمب هم میخوایم بسید بخر سر رات. از مسیرهای مرتفع میشه رو قطار پرید. بدین شکل. فکرم کاتسین داریم. آقا یکی برسه به دادش. من فکر کردم کاتسین و صحنه آهسته قرار ببینیم. نمیدونستم باید دقیق خودم اینجوری تنظیم کنم که خودم بپرم اون رو. ولی خب خبری نیست بچه، بگیرنده هاتون دست نزنید. الان هاشسین رو کارو در میاره. ببین شکل خواهید دید و دوباره میرینه. ای بابا آقا بودو انتور گاز بده برو. وامیستم رچی بدون حاج آقا ترک نکن اینجا رو. چقدر بد دارم میرم، اصلا حواسم نی. حال میداد اینو میپریدم رو قطعه. صحنه کمدی میشد. بریم صورت. آهان، چون یادم بود که یه همچین اتفاقی میفته، یه کاتسینی میبینه. روی قطر حرکت کن تا به موتورش برسی. خب میریم ولی سرعتمون کمه. چجوری سرعت بگیریم آقا؟ بنده خدا باسنش تا اونجا شکاف ایجاد میشه درش. افتادیم رو ریتم. درس امروز بچه ها سعی کنید همیشه توی زندگیتون با یک ریتم مناسبی حرکت کنید. خدا ممکنه انشانسی بیارید و ریدشه به ریتمتون. نگاه کن. او مای گاد یا اول چتر چترشو برشی در آورد. خنده دار بود. موتورم هم افتاد پایین، اشکال نداره. میخواستم تست کنم ببینم آیا بعد از دوبار فیل شدن دیالوگ ها تغییر میکنه یا نه. به من از هم بالا آورد اصلا. از نظر خود گیم پلی بازی احمقانه بود که من اومدم این بالا و ریتمش رو حفظ نکرد، علی رغم اینکه صحبتم زیاد بود. ولی میسپریمش به دست فراموشی. این سوق قدای من بود. به به بالیوود به راهه. فیلم هندی آمریکایی. یه مسئله که نه، یه گفته ای هست، یک سینگی هست که میگه فیلم های آمریکایی و اندازه فیلم های هندی تخیلی هم، فقط آمریکایی ها قشنگ تر میسوزنش. داشت رسیدیم ایستگاه بعد سبلان. فقط دکمه جلو رفتن و خواهش سرعت بریم. وقتی از این منطقه ردشیم مری ویدر بالا سرمونن شدید به مدت مدید. تا تروراست مشکلی نیست، چشم به هم بزنی دسانتا نیست. اونا که فهمیدنی قلب کامنت بذارن. و یه مادی هم پیشنهاد دادین بهم در طول این بازی توی کامنت ها. این ماد که قطار بتونم سوارشم توالت عادی و اینا، خیلی به طرز باور نکردنی بهم پیشنهاد دادید که بازی کنم. اگه داستان خاصی دارم به شدت مایلم بدونم. ای بابا انقدر بدم میاد این قایقا اینطوری هی پرواز میکنه تپ مثل تاپاله دوباره میخوره و آب سرعتش کم میشه. آقا یه جوری سرعتش رو تنظیم کنید که فقط خون قایق تو آب باشه، سریع حرکت کنه. مثل همه باید هرس بخور. عجب جای قشنگی بینید انتخاب کردید. بحبه عالی شد. خیلی لاشی بازی در آوردن. چون مری ودر هیچ جوره فکرشو نمی کرده یکی بتونه از قطار سرقت کنه.
بله، سلاح بعدی بمب چسبناک رو براه کنیم. در کانتینر نارنجی رو منفجر کنیم. اوه، پرتاب سه امتیازی. با سنه تو بیار اینجا. آره، داشتم اینو میگفتم که با لاشی بازی کار رو در آوردن. اوه مای گاد. ای بابا، باز من، آقا باز من تب زدم. به جای کپس لاک حروم زاده ها. این واسه تو، این واسه تو، اینم واسه تو. واه چقدر حال میده مینیگان. دلم میخواد تو دنیای واقعی اسلحه بخرم. دنبیل زریان مناطق محروم شم. بیشادم مناطق ثروتمند. شاید از دنبیل زریان هم خفن تر شده. پشمام فاصله دور دارن ناجوان مردانه. این وستو اشتام دورمین حرارتی رو براه کرده. تیر اندازی میکنیم. آقا اینجوری خود ارضایی میکنی آقا. سریع تر پشت قبل اینکه بیای خدا نگهدار. هرکس بود سلام. They're parachuting in. آقا فیلم هندیه مگه؟ این بستو یکی داره منو بد میزنه. زنازاده حرومزاده، زنازاده و با حفظ سمت حرومزاده جفتشون یه معنی میدن. ولی خب خیلی عصبانیم کرد. سنایپرز هر داون، سو دون لیت دات کیپ یو. یه چیزی برداشتم. گت دی فاک اوت اف هیر. سوار قایق شو آقا. درود. حل اف بات بزنم. تو راه هم تعقیب و گریز داریم. به به، سفری به راهه. یاد سفری که با خانواده رفتیم آنتالیا افتادم وقتی کودک بودم. طبیعت جای خوبیه. هیچ چیز طبیعی در مورد این وضعیت هم وجود نداره. بالاخره ما هم به عنوان انسان بخش طبیعتیم. ما از طبیعت جدا نیست. سلاح ها و این ماشین هم دیگه الان بخش از طبیعت. کره زمین باید قبول کنه اینو. بعد این سوال، اینا سوراخ نمیشه؟ چه جنسی ها مگه؟ خوبی داداش؟ وای. تور آنتالیا 6 روز و 7 شب، هتل 5 ستاره، با سفری. چه خبر ها؟ خوب هستید بچه ها؟ چشم قرمزه دیگه، هست همون بوده. جایدن خیلی ویدیو ما بعد از این که از همون میام میگیرم، بعد کفمف و اینایی که میره تو چش آدم، چشم قرمزه. تو ویدیو خودم میبینم بدفاز میشم. راست میگه، تریور همیشه دنبال انه قضیه است، دنبال اکشنه. ولی مایکل همیشه دوست داره کار رو انجام بده به راحت ترین و مخفیانه تا این روش ممکن، بدون اینکه سر و صدایی در کنه، خودش شهر رو خبر کنه. ولی تریور از خبر کردن شهر لذت میبره. چقدر واسه پول زحمت کشید؟ واسه هر قطع چقدر گیرت میاد؟ $10. سخت دیگه، وقت تو رو دفنت کردیم وضعیت این بوده. یه همه چیزا رو تو لو دادی، همه هویت‌ها رو. من دیگه دسترسی نداشتم که بخوام زندگی معمولی داشته باشم. و همه چیز رو احتمالاً به اسم ران و رفیقای دیگه‌اش ثبت کرده. وسیله نقلیه فرار به راه. اوه کیفو، چقدر سکسی. استایل رو نگاه کن. تو این کیف باید چیز خیلی خفنی باشه.
مردونه زنونه به خاطر روی لطیف تو. واکن بریم چیه؟ یادم نمیاد چی هست. بی نقصه. برای چی؟ صاف کردن حسابمون با اون روانه. اینو میدیم بهش، تو هم رابطه تو با اون خانم تموم میکنی. زنش. اون شهر مصنوعی رو نمیخوام ببینم دوباره. تصمیمش با تو نیست، اینو میخوام نگه داریم. کار تو گن زدن با داستان اون داستان ما بود با اون مکزیکیه. اینم غنیمت من ازش. کیفو به مدرسه بزرگتر رو بهت میدم. خزانه اتحادیه. Fuck off. شدنی نیست. هیچ وقت نگفتم غیر ممکنه، فقط خیلی سخته. وسوسش کرد با یک سرقت خیلی بزرگ و تریور هم سرش درد میکنه برای این کارو. خودکشی میخوایم بکنیم. ازش میترسید کنه. دست گذاشت نقطه ضعف تریور. رویامون که یادته. دو تا بچه که دزدی میکردن. میدونم اون موقع دیوونگی بود به همچین چیزی فکر کنیم. ولی من و تو الان با همین، با لستر، فرانکلین میتونیم این کار رو انجام بدیم. این دیگه رویا نیست. سیاست به خرج داد فرانکلین و نظر قاطی کردم، همه رو گفتم. مایکل میتونی پاتریشا رو ببری پیش داداش. باید حواست باشه که اینچ به اینچ راهی که میری من حواسم بهت هست. نمیخوام یه بار دیگه بهمون خیانت کنیم. درست ترجمه کردم این تیکر شد رجوع پاتریشا داشت حرف میزد. The big one. سرقت بزرگ رو میخوام براه کنم دوستان. این وسط کرم باسن خودشونم وارد عمل میشه در شرایطی که مجبور نیستن این سرقت رو انجام بدن به خاطر کرمی که تو وجود خودشون هست. شرایط رو میخوام برای خودشون سخت‌تر کنن. و چقدر داستان و ماجرا داریم، چقدر فرانکلین کاراکتر داره. بریم پیش کلتوس. کنفرانس. به به. هلو تالیز آن لاین تو. مایکل هم پشت خط. آلرایت آی نید یور هول کرو اوور ات کیپ کاتفیش. کل گروه تون رو میخوام. نه I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. یه مسائلی تو شهر باید حل کنیم. یه هفته بمون فرصت بدیم. The gangbangers already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. الان فرصت خیلی خوبیه که این کارو انجام بدیم. مایکل میخواست اول قضایای خودش با مارتین رو حل کنه با گنگستر مکزیکی. ولی گفتن که داشت این بهترین موقعیت ممکنه و ممکنه از دست بره و دیگه مثلش پیدا نشه. و مایکل موندگار شد دوباره در این دهکده زیبا. آره دیگه مأموریتش الاس فکرم تو شهر نه، همین جا باید باشه. او این وره، این ورای مپ هنوز من باز نکردم. تازه مپش یه جوریه که انگار بزرگ نیستا، ولی واقعا در عمل خیلی بزرگی مپش. سال 1940 و یک ماشین تقویت شده داری و کات کردی. اسم منت دیگه نیار، ازت بدم میاد ای دختره ای بی هیا. اینو من توی همه اپیزوده باید بگم. چقدر خوب دارم میگم، چه حالی میده. آه چش دادم خدا. Don't bring out my name, you shameless girl. اسم من دیگه نیار. چطوری داداش؟ بریم یکم جک و جونور تیر بزنیم. این کار خوبی نیست ولی خب. Fine and dandy, sir. Lead the way. Here you go. Now, put this in your mouth.
A bad day hunting still beats a good day working, my paw. چی بود من خوردم نمیدونم. نکته جالب اینه که ترور با افرادی که مثل خودش روانیان خیلی عادی تر برخورد میکنه، رفتارش با اونا خیلی عادی تر. چیزی که تو دهنه منه چیه؟ اسکول خورد اونم نمیدونست چیه. و چرا حس میکنم من اولین نفری نیستم که ازش استفاده کردم؟ بهت میگم. گوزن ها خیلی هوشیارن. اگه ببینن و تست کنن که اون اطرافی فرار میکنه. سوسکی باید نزدیکش بشه. بزرگترین دفاعش دماغشه. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially. باید حواست به جهت باد باشه. اگه جهت باد طوری باشه که بخوره بهت و بوی تو رو ببره به سمت گوزنا، میفهمن که اونجایی. مخصوصا با اون بوی خاصی که تو میدی. Alright, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? بسم الله آقا. کنترل را زده، سوسکی حرکت میکنه. یکی داشتم چند دقیقه پیش شاخشو میمالید و درخت شاخ تیز میکرد. شکار براهه؟ من چون نمیبینم چیز ریدم الان زدش. دومیه که خورد بهش نخورد، قطعا نخورد دیگه. بازی که اشتباه نمیکنه، قطعا من اشتباه کردم. پیداش کردم و تا اومدم زوم کنم یه وزن کله شورت پایین علف بخوره. گوش کردم دوباره. Scratch his antlers on. Scratch his antlers. بهتر از این نمیشه شلیکه. ولی شکار توی این بازی در مقایسه با رد دد رو به شدت ساده تره. حواست ردت کردم دوستان. اگه شما هم حواست ردت کردید یک قلب بنفش کامنت کن. دیافراگم باش. آهان یه دیافراگم دارم که باش صدای گوزن در میارن. لاشی هایی هم نگو کن انسان ها. انگار داره یه نفر نوازنده کلارینت که یه ساز بادی ها رو خفه میکنه. من تو مسیر باد نیستم، میتونم برم به سمتش. باد داره به سمت من میاد. از حرکت این پارتیکل ها و ذرات معلومه. یه داد بزنیم. داد گوزنی. He is dodding back at us. داره به همون پاسخ میده. ای گوزنه ای بی حیا، چرا نمی بینمت اینجا؟ کجاست؟ نکنه داره حرکت میکنه و ثابت. اه کسی ندید، کسی شک نکرد شکار غیر قانونی. بذار ببینم. آهان داداش باید میومد تا ادامه پیدا کنه ماموریت. بدون رو منقرض نمیشن. بعد گوشتشون رو الان بر نمیدارید. یاد باشه اگه جفت بودن ما فقط نر رو میزنیم. پس اگه دیزی شاخ نداره بذار برش کن. بذار بره. چقدر جالب این قوانین رو گذاشتن که ماده ها بمونن تولید مثل کنن. ولی خب در نهایت تعادل خارج از تعادل خارج میکنن دیگه انسان ها. طبیعت رو با شکار هر چقدر هم آده مثلا نرها رو بزنن. شاید اون نر یک نر آلفا بوده و قرار بوده بچه های آلفایی تولید کنه، بچه های گنده تر، شجاعتر، با شاخ های بزرگتر، دلیرتر و نترستر. بعد اونو زدن بعد یک نره مثلا گوزویی که شاخهاش کوچیکه و نباید جنش به نسل بعدی منتقل میشده، فرصت اینو پیدا کنه که با یک ماده تولید مثل کنه و ریزش توی ژنتیک پول و استخر ژنی اون گونه از جان داره. گوزن رو براه کن. دوربین حرارتی نداریم.
فقط به گوزنهای مذکر شلیک کن، آنهایی که شاخ دارند. یه دونه دیگه داد بزنیم. داد که نه، داد گوزنی کنار همنا. ولی من اون یکی رو نمیبینم. باد هم که به سمت من نمی آید. خدا نگهدار. I'm on my own for the next one. بعدی خودم باید حرکت بزنم. یکس از شکار بعدیت برام بفرست، راجعش صحبت میکنیم. همونطور که چند تا ویدیو پیش دیدیم گفتش که این گوشتا رو میخرن ازمون، گوشت و پوستشون و شاخشون رو. مردم دنبال غذای طبیعی هن، غذای ارگانیک، گوشتی که هورمونی نیست. همیشه مراقب جهت باد باش چون ممکنه تغییر کنه. الان که براه جهت بود از سمت گوزنه به سمت ما. توی همین دایره بغل خودمه، نباید خیلی دور باشه ازم. احتمال زیاد پشت اون بوته هست. اصلا تنها جایی که ممکنه الان باشه اونجاست و دارم باسنش رو هم میبینم. این هم هستی. گوزن ماده بود؟ گوزن ترسون نخورد بهش مگه میشه؟ خب این از خود گوزن، شاخ هم داره یعنی نره. میشه گوزن رو ترسوند. آقا تیر زدم به نخواه گوزن. خب شاید سگ جونه و جای مناسبی تیر نزدم. بذارید این دفعه از پایین بریم بالا. هدشات. خیلی راحت زدیمش. شاید هم دو تا گوزن کنار هم بودن و از نظر بازی من باید گوزن این وریه رو میزدم و اون یکی رو میزدم. فیل میشدم نمیدونم. مهم اینه که الان باید از جسد عکس بگیریم. بنده خودشو خون غلیظی هم داشته. اصلا کلا من مشکل دارم با عکس گرفتن توی این بازی. من بکم چیه؟ شیفت بزنم، اسپیس باید بزنم. باید اسپیس بزنم و تمام. قاعدتا تمام دیگه. از منطقه دور شم. هیچ پیامی برامون نداره بازی. زیباست آقا، جاندار زنده رو کشتم. اون جاندار زندهش زیباست در طبیعت. مختصات محلت رو هم با عکس گرفتم. یا اونم این کار. Got the photo. Another nice kill. So this is what I'm thinking. نظر من اینه، به خاطر درخواست بالای گوشت وحشی با هم دیگه کار کنیم، میتونیم یه درآمد جانبی برای خودمون بگیریم. من گوشت مرغوب دوست دارم. نظر چیه؟ بیدم رئیس زن مافیای مکزیکی رو دزدیده و داره میره شکار. بله دیگه چی داریم رو نقشه؟ آها راستی ماد هم مأموریت داره. نکنه این که رو نقشه هست ماده. نه این مینتمن هم دوستانی که مهاجرهای غیر قانونی رو بیرون میکردن. سوار اسم من دیگه نیاره موشیم و تیر زد. واتبر. یه سلام علیک با پاتریشا داشتم. خوبه که میبینم همچین زن دوست داشتنی برای خودت پیدا کردی. آقا یه دشت سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، اون طرف گل پیاز با مست ناز، درو 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 محله بند نواز، درو 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 درو. تو چهل یوتیوب هم باید بزنم به همراه موسیقی زنده براتون از این به بعد. شاید سابسکرایبرها بریزه ولی مهم نیست برام. بچه هایی که حال میکنن حال میکنن. چی کار دارن میکنن این مردهای دقیقه ای؟ یه گشت برای خودشون ابداع کردن اصلا. پارک رینجر چی کار میکنن؟ نیستن. آقا تویی؟ شما احمقا چی کار میکنین؟
داریم امریکا رو یک پارچه نگه میداریم. باید این کارو کنیم. اینجا سرزمین سرزمینی که اروپایی ها میتونن توش آدم کشی کنن و بگن که به خاطر خداست. داداشمون نمیتونه حتی دو تا کلمه انگلیسی صحبت کنه، اما میدونه که آمریکا بهترین کشور دنیاست. خدایا تو توهمات خودشون زندگی میکنن دیگه. افراد غیر قانونی دارن نابود میکنن اینجا. بودو بیا بریم، بودو بیا بریم از وطنمون دفاع کنیم. بودو الله اکبر. مظنون رو دست گیر کن. Arrest the مظنون. دستبندش بزنم، ببندمش به تخت و کارهای بد پرسی کنم. چه کارا که به خاطر 50 دلار زب داره در 500 دلار نمی کنم. این مزخرفات خارجی و خارجی پرستی رو میگی، ولی مطمئنم که وطن پرست رو باید. دنبال تیزرگان بودم. آقا چی شد؟ آهان، از پنجره مثل اینکه خودش با شوکر این کسی که بغلم بود بهش. ما هم دوتا بزنیم. شما تحت بازداشت مردمی هستید، مثل اینه گشت مردمی هم. بازم شما دیوانه ها. نکته اینجاست که آمریکا رو اصلا مهاجرا ساختن، چون یه فکت تاریخیه دیگه، خیلی واضحه. میگن که کریستوف کولوم، همون کریم پوست کولوف، از اسپانیا بلند شده رفته، از سواحل غربی اروپا رفته سواحل شرقی آمریکا، اونجا رو کشف کرده و خب اونجا نیتیو داشته، یعنی مردمی بودن که تحت عنوان ایندیان ها میشناسنشون، نه ایندیان های هند و هندوستان. بومی های آمریکای شمالی هم بهشون میگن ایندیان. اروپایی ها رفتن اونجا از اقصانقات اروپا، خانواده سلطنتی غیر سلطنتی رفتن، و بعد هم رفتن یکم برده مرده آوردن از جاهای مختلف آفریقا و اونجا رو برای خودشون براه کردن. یعنی خود اینا که اینجا هن مهاجرن در اصل، چند صد ساله، 300-400 سال بیشتر نیست اونجا، و دارن بله ها رو سر هم دیگه میارن و خودشون. و نکته اینجاست دوستان، اینا رو برای میگم که کار بد و زشت باید محکوم بشه توسط هر کی که انجام میشه. و نمیگم که حالا مثلا هر کسی که آمریکایی و نه، اصلا منظورم این نیست، ولی خب تو تاریخ هر منطقه هر کشوری آدمهایی بودن که کارهای خوبی انجام دادن و آدمهایی بودن که کارهای بدی انجام دادن. همه رو نمیتونیم یه پارچه کنیم، ولی باید همزمان حقایق رو مطلع باشیم ازش و در جریان داستان جهانی که داریم درش زندگی میکنیم باشیم. کارتون آدم روباییه، وقتشه برید خونتون مکزیک. اینجا خونه منه آقا، من کارت شناسایی دارم، واقعا نشونم بده. از دستم ریز کن، لوتون میدم. تو بخوای منو لو بدی؟ مطمئنی این پیرمرد پیزوری تهدیده برای آزادی آمریکا؟ هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم. تو عجب احمقی هستی. ماشین پلیس رو چطوری گیر آوردی؟ من یه محیط بانه با افتخارم رفیق، یک نیروی امنیتی آموزش دیدم. اصلا یورو کارش این نیست، محیط بانه و داره سوء استفاده میکنه از امکاناتی که در اختیارشه. چقدر آشنا این داستان. پلیس فلان کسی تلفن نکنه. شاید اعضای کارتلن یا کودک آزارن. بودو بگیرش. تنها چیزی که میخوان یه شغل ساده کم درآمده که هیچ بنفیت و سودی هم براشون نداره. بنفیت اینجا منظورش بیمه و مزایای کاره. اوه حرکت داشتی. درآمدشون هم گزارش نمیدن که ما گرفتیم.
مثل درآمدی که از شغل فعلیم دارم. ترور خودشو لو داد که فرار مالیاتی بود. من مالیاتو میدم. تو به هیئت استرداد بگو. مثل خارجی دارید. ای بابا فیل شد. انقدر مکالماتشون برام جالب بود که اصلا خود مأموریت رو ول کردم. اشکال نداره، کسی ندید. این ویدیو ویدیوی فیل ها بوده که دارم موتور گاز میدم. خودش از دید دوستمون به معنی اینه که مجرمم. یه نکته اینجا که ما حق متوقف کردن این رو نداریم. برمیگیریم بالا سرش، نظر اونی که فرار کنه. شرمنده به خدا. خوب نیست ولی خوب. Civil Border Patrol, run and I'll put you down again. You understand me? من هم یه دونه بزنم فاطمه. بازیه. Let's go, buddy. You come with us. Yeah, yeah. Underlay, underlay. Come on, move. پشت ازم. In the vehicle now. In the vehicle. I said move, or I will zap you again. I'm getting in, okay? Crazy assholes. بیشورهای دیوانه. چرا معدبیه؟ بشین بریم آقا. جمع جمع رفقاست. جمع آخر نباشه. از این اصطلاحاتی که میگن قبل عرق خوری که مثلا در جریان نیستم چون از عرق خوشم نمیاد. داداش کجاشو زدی که داره میپیچه به خودش از درد؟ یه دونه ما میزنیم به خاطر جنایت علیه دموکراسی بازداشت شدی. اوه چه عجب، یه کلمه انگلیسی صحبت کرد دوست وطن پرستمون. واقعا دوبلر روس آوردن فقط برای این کاراکتر فرعی. کجا بریم داداش؟ نکرم که وطن پرست خوبی. از اینجا بعدش رو خودمون هندل میکنم. از ماشین خارج شم. من اینجا ول میکنیم. امروز مایه افتخار عمو سم شد. آنکل سم حالا یک کاراکتری که داستان داره. اد آن ویکیوز بنز پلیس. بله دان. خیلی وقته که به فرانکلین اصلا سر نزدیم و خیلی هم مأموریت داره اتفاقا. اینجا همه جا خیلی مأموریت داره. 5 تا مأموریت داره. تریور و مایکل هم که مأموریتشون یه دونه است اصلا، یکیه. بریم داداش داره اطراف. مأمور استیو هینز مرد. داره میره سمت این. بذارید بریم سراغ استرینجر اند فریک زرگه. برادر ایدریان فرانکلین، isn't it time to look you took control of your inner self؟ وقت این نیستش که کنترل خود درونیت رو به دست بگیری؟ Are you willing to spare 5 minutes for a lifetime of fulfillment؟ آیا حاضری 5 دقیقه از وقتت رو؟ آقا چه؟ It's Amanda. آماندا. Amanda DeSanta. زن مایکل. We met at my house. خونم بیاده. Oh yeah. See where you at? کجایی لعنت؟ Look, I know that you and my husband and Trevor. میدونم تو مایکل و ترور. I don't know what the fuck you're up to, but I can make a pretty good guess. نمیدونم ده. ای بابا بازم پاز دادم. باز هم پاز دادم. نمیدونم تو. رفته تو ناخودآگاه و انقدر غرق بازی میشم. این نشون میده که واقعا از بازی دارم لذت میبرم و غرق بازی میشم. نمیدونم دارم چه غلطی میکنید ولی میتونم یه حدسایی بزنم. تو این مکالمه آماندا به فرانکلین فکر کنم میگفتش که حواست به این دوتا اسکول باشه. چی شده؟ چیکار کردی؟ بفرما. کجا بریم؟ داستان چیه؟ لطف بزرگ، منو میتونی برسونی اینجا؟ با فرانکلین نمیتونم کاراکتر رو ببرم اینجا تحویلشون بدم. یکی از بچه تو کامنت ها گفته بود برای اینکه بازی 100% کنی باید چند تا از این آدم های رندوم رو ببری به این کالته و فرقه تحویل بدی با کاراکتر تریور تا یه آپشنی برات باز شه که بتونی باش بازی 100% کنی. ببرم اتون جواب بازیه. وقت با ارزشم رو در اختیار قرار میدم. Short dress, boots, vulnerable but playful demeanor. What more does a girl have to do these days? الله اکبر. This kind of bait, you'd expect at least a couple of old.
الله اکبر، دنبال شوگر ددیه. میگه من خودم آرایش کردم ترگل و ورگل ولی هیچکس شکار نمیتونم بکنم. چیکار باید بکنم؟ به جاش تو اومدی خدا رو شکر. داستان چیه؟ فقط قول بده نمیخوای پوست من رو بپوشی. من رو پوشی. You're cool, right? Sorry, I'm coming down. I've been partying like a bitch. Yesterday was. You've been partying like a bitch. خیلی زشته دوستان. Reject modernity. حالا این نیاز داره که برسونمش اونجا. من با من یک مرد این کار رو انجام میدم ولی این فرد مشکل داره. زندگی شخصیش. Good times. Okay. نکته اینجاست آدم میگن ما آزادیم که هر کار دلمون میخواد. آره هر کسی میتونه هر کاری بکنه. مثلا این کرکتری هم که تو بازی ترسیم کردن آزاد هر کاری میخواد بکنه بکنه، به زندگی کسی بر نمیخوره. ولی کسی که کنار بیابون 6 صبح مست از پارتی شب قبل هست، یه چیزایی تو زندگی شخصیش هست احتمالا که داره آزارش میکنه. شاید نامزدش رو میخواد ببینیم. هم میخواد داره سورپرایز کنه رو. یه هفته هست هم دیگه رو ندیدیم. شاید هم دو هفته. این دیگه به کفشش هست. Speak of the devil. حلال زده است. Hey, sweetie, I was just talking about you. ذکر خیر تو بود، آره. To this guy who was nice enough to give me a ride. اول لطف کرد منو سوار کرد. No, not like that. I'm pitching back into town. نه اینطور نیست. داشتم پیاده میمادم. Yeah, I know what happened last time, but I'm pretty sure this guy is okay. مطمئنم دفعه قبلی اتفاقا احتمالا بردن خفتش کردن. اون مرد چقدر اسکله، این زنه چقدر حالش بده. پولم تموم شد و یه تاکسی میگرم. کل اون هزار دلاری که بهم دادی گفتم بهت پس میدم. نگاه کنید همچین انسانی هایی به زندگیتون راه ندید دوستم، چون زیادم شدن متاسفانه. فاز بد نمیدم ولی حواستون رو جمع کنید. این ها رو نمیشنم قسم بخورم. چی بگم؟ Yes, tell him you're not a guy called Brian, you're just some random guy. بهش بگو که تو برایان نیستی، تو یه آدم رندومی. Just shout it. I'm just some random guy, not called Brian, man. There, babe, you believe me now? باورت شد. Babe. Shit, he hung up on me. گوشی رو قطع کرد. کار خوبی کرد به نظرم. درست سر عقل میاد. A little bit better than that. اوضاع میتونست بهتر از این باشه. حتی سورپرایزش کنم اوکی میشه. روز بعدی داشته نمیتونه خیلی عصبانی بمونه. خیلی با فرق. اون یه آدم جدی و مسئولیت پذیر، قبضاشو پرداخت میکنه برای من، پسنداز میکنه. ولی تو اینجا من اون زن سکسی هستم که میرم وسط خیابون و کارهای بد میکنم. میکنید همه اینا رو از قصد گفته و سبک زندگی مدرن. الان هم دارم میبرمش اینجا لس آنجلس که مثلا نماد دنیای مدرنه، همچین خوزعبلاتی هست. ولی حواستون باشه که شما هیچ کدوم از دوتا انتهای این طیف نباشید یا همچین افرادی رو به زندگیتون راه ندید. حالا چه مردش چه زنش اصلا فرق نمیکنه، قضیه جنسیتی نیست. من جوانم، هنوز دارم کاوش میکنم ذهنمو. خب برو کاوشو تو بکن. میدونم واقعا کسی اون میدونه من برمیگرم. آره وقتی پولت تموم میشه. تون نر آقای غریبه، کمتر قضاوت کن. بازم گوشم زنگ میکنه. فرانک نو رید بهش. فکر میکنی چه حسی دارم؟ داغونم. رو سنگ قبرم مینوستن آخری مابود بشه. خیلی بدیه. Don't tell me, Brian, right? Brian بود داره؟ No, just one of my girlfriends. یکی از دوست دخترم. دوست دخترم. I'm going to rest my eyes for a few minutes if that's cool. See if I can power چند دقیقه چشم ببندم چورتی بزنم. So, broadcast tower behind the Vinewood sign. I think it's Mount Hunt Drive. Just holler. کسی ندید. Holler when we get there. You're the best. And don't دستت هم به من نخور. Okay? مثلا دستت بخوره به همچین فردی. You're a piece of work, girl. نمیخوره هیچ وقت. با قاطعیت میتونم بهتون بگم. من اتفاقا یه همچین فردی و حتی داخل پرانتز قضیه رو یکم شخصی کنم.
حتی علناً داشت نخ چیز میداد بهم، ولی من خودم رو دست نزدم بهش و طرف هم حتی از این قضیه پشماش ریخت. We have Yusuf Yusarsif at home. Yusarsif at home. آره خلاصه حساب کار دستشون بود که اگه این کارو میکردم قطعا پشیمون میشدم ازش و قضیه خودم هم با اون انسان پیچیده میشد، ولی اون موقع انتخاب درستی کردم. حالا بعدش داستانهای پیش اومد، ولی از این مقال خارجه. ولی خودم رو کنترل کردم، یه عمر بعدش خودم رو الان درود میفرستم که چقدر خوب که یا ابوالفضل گوزنش گیگاچت اومد تون اون زد به ما. آره داشتم میگفتم که یه عمر بعدش، بعد مدت ها، بعد چند ماه خودم رو درود فرستادم که وارد رابطه ای نشدم که بعدا پام گیر کنه. قضایه زندگی آدم ها پیچیده است، همه چیز هم خطی نیست، بالا و پایین داره و قضاوت نمی کنیم. قضاوت می کنیم ولی محکوم نه. اینو خواستم بگم، همه ما هم، منم کلی اشتباهات داشتم در طول زندگیم، دور نیست من بی اشتباه بوده باشم یا بخوام کسی رو قضاوت کنم، اصلا اینطوری نیست. خود من قطعا در طول زندگیم حتی ضربه هایی زدم به آدما با حرفم با رفتارم که خودم الان شاید ندونم، اونا بدونن فقط، اونا که ضربه خوردن. ولی خب تجربیاتمون رو با هم باید به اشتراک بذاریم، افکارمون، طرز فکرمون. Yes, there he is. Hey babe, surprise. Surprise. حاج خانم، این آقا کیه؟ حاج خانم بعد از اینکه یه هفته، اصلا یادش نیست اینو یه هفته پیش دیدی یا دو هفته پیش، داره برمیگرده پیشش بعد از اینکه ذهنشو کاوش کرده. Yes. Hey punk. What the hell do you think you're doing with my woman? کی داری با زن من چیکار می‌کنی؟ Calm down. I don't even know the guy. Come on then, Brian, you pussy. Come on then, Brian, you pussy. الان جالب شد. آهان، خوبی؟ بذار راحتت کنم داداش، بذار یه درسی بهت بدم، تو که خودت سر عقل نمیای. چیکار کردی روانی؟ خب الان چی شد؟ پارتنرت بودین؟ از زندگی خفت بارش خلاصش کرد. آخرم مثل آب خوردن که اصلا اتفاقی نیفتاده، کاملا رندوم رفت. الان کانتکت های گوشیش بکنم پره تاست. بالا این نسخه فیمیل و مؤنث این داستان بود، نسخه مذکرش هم هست، به وفور هم هست. جهان جای عجیبیه دوستان، و یکی از جذابیت های این بازی جی تی ای اینه که این عجیب بودن رو برای ما به تصویر میکشه از دید کاراکترهای مختلف، شخصیت‌های مختلف. همین، امیدوارم که لذت برده باشید از ویدیو. داشتیم سمت و سوی دیگه‌ای می‌رفتیم ولی اتفاقات دیگه‌ای افتاد، دقیقاً مثل زندگی واقعی. نظری، انتقادی، پیشنهادی، اگه کامنت بذارید چه بهتر که من ویدیو پروموت شه، پول بیشتری در بیارم و 460 متر خونه دوبلکس تو زعفرانیه بخرم با پول یوتیوبم. ویدیوهای بعدی می‌بینمتون.